مایکل روزبش و مایکل یونگ از اعضای هیئت علمی دانشگاه برندایز در ماساچوست و جفری هال استاد دانشگاه راکفلر در نیویورک است. در بیانیه انستیتو کارولینسکا که هر سال برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی را تعیین می‌کند، آمده است که این سه دانشمند موفق به شناسایی ژن‌های کنترل کننده ریتم شبانه روزی موجودات زنده و بخش بزرگی از فعالیت‌هایی شدند که به غریزه نسبت داده می‌شود. همکارم دکتر شیده رضایی اینجا در استودیو با ماست. خوش آمدید شیده. درباره این ریتم در واقع شبانه روزی و اهمیت اون در موجودات زنده برامون بگو. ببین، این ریتم یک چرخه تقریبا 24 ساعت است که همه فعالیت‌های زیستی موجودات زنده از گیاهان و جانوران تا انسان تا قارچ‌ها و باکتری‌ها تابع اونه. در موجودات عالی‌تر البته یه ریتم فصلی هم به اون اضافه میشه. اهمیتش در بقا و پایداری موجودات زنده است. اگه بخوام یک چند تا مثال بزنم، در گیاهان فتوسنتز و واکنش تولید غذا در برابر نور خورشید از کارکردهای ساعت درونی اونهاست و گرده‌افشانی و جوانه‌زنی فصلی و تولید محصول از کارکردهای فصلی این ساعت درونیه. در جانوران هم میتونیم جفتگیری و رفتار باروریشون رو مثال بزنیم که فصلی اتفاق میفته و مهاجرت‌های فصلیشون و جمع‌آوری دانه و غذا در طول تابستان. به هر حال این ژنی که اینها شناسایی کردن نشون داده که یک پروتئینی در طول شب در سلول انباشته میشه که در واقع اون پروتئینه که همه فعالیت‌های بدنی رو به خواب میبره و صبح اون پروتئین جمع‌آوری میشه و فرد بیدار میشه. بله. حالا نقش ساعت بیولوژیک و اختلالات اون در انسان و ایجاد بیماری چیه؟ نقش ساعت بیولوژیک در انسان بسیار مهم و گسترده است. از تنظیم فشار خون، ضربان تنفس، ضربان قلب و تنفس، میزانش، همه با این ساعت درونی و بیولوژیک از طریق هورمون‌هایی که از بصل و نخاع مغز ترشح میشن و به هیپوفیز میرسن و در تمام بدن منتشر میشن، این ساعت درونی روی تمام واکنش‌های حیاتی اثر میذاره. در واقع چیزی که باعث میشه که ما در هر جای دنیا هستیم بعد از حدود ساعت 10 شب خوابمون بگیره، کارکرد این ساعت درونی از 8 شب تا 4 صبح، کارکرد این ساعت درونی سیستم گوارش ما رو فعال میکنه و ترشح هورمون هایی رو تنظیم میکنه که در طول روز، در واقع در طول شب سلول های ما رو ترمیم میکنن و در طول روز به ما انرژی میدن که دوباره فعالیت رو آغاز کنیم. در مورد بیماری ها در کوتاه مدت، این ساعت درونی اگه مختل بشه حافظه و تمرکزمون ما از دست میدیم و اختلال خواب پیدا میکنیم، یا همون جت لگ یکی از چیزاش مثال هاشه که در پروازها اتفاق میفته. در دراز مدت دیابت، سرطان ها و بیماری های قلبی و چاقی از عوارض اختلال ساعت درونی. ممنونم از توضیحات خوب دکتر شیده رضایی که اینجا در استودیو با ما بودید.